سلام، بامداد سه‌شنبه ششم مرداد 1388 و 28 جولای سال 2009 میلادی. چند تا نکته رو پشت هم خدمتون عرض کنم. نکته اول، تجمع بزرگ روز پنجشنبه هشتم مرداد ساعت 6 بعد از ظهر که مکان هم دیگه قطعی شده در مصلای تهران خواهد بود. در مورد شهرستان ها هم لیست های متعددی اومده، تیمایی که دارن کار میکنن نهاییش میکنن و فکر میکنم که انشالله ظرف فردا و حد اکثر تا صبح پنجشنبه نهایی خواهد شد و اعلام خواهد شد. به نظر میرسه که این برگزاری بزرگداشت شهدای جنبش و شمع روشن کردنی که از ساعت 6 بعد از ظهر همه جمع بشن، بعد هم اگر رفته باشن سر مقبره شهدا، سر قبر شهدا در بهشت زهرا یا در شهرستان ها، هر کجا رفته باشن اومده باشن گل دادن و بعد هم بعد از تجمع شمع روشن کردن، این از اون کارهایی خواهد شد که انشالله اگر دوباره ما بتونیم میلیونی در سطح تهران و تمام شهرستان ها بیایم توی خیابون، هم تجربه نشون داده که امکان برخورد ندارن. دستورالعمل ما همین است که برخورد نمی کنیم. هر جای احساس کردیم در اشغال نظامی ها و سرکوبگرا هست میریم جای دیگه، پراکنده تر میشیم، پخش تر میشیم، امکان درگیری رو ازشون میگیریم. و هم اینکه یک حرکت عمومی میلیونی بزرگ مطمئن باشید که ما رو چند قدم دیگه جلو میبره. تجربه 4 حرکت میلیونی بزرگ ما در این 40 روز گذشته نشون داده که هر بار که ما میلیونی حرکت کردیم، هم جنبش نیرومندتر شده، هم از طرف مقابل ریزش صورت گرفته، شروع کرده به ریزش و نیروهاشون پخش و پلا شد. این پنجشنبه بسیار بسیار اهمیت داره برای اینکه به نام شهدای ماست. کار خوبی رو شنیدم که مادران داغدار ما دارن میکنن، همگی گل تهیه کردن برای مادر محسن فرستادن که نگذاشتن ختمش در مسجد بلال برگزار بشه و گفتن که ما همه با همین و ما با شما هستیم. بنابراین این خانواده هایی که چشم و چراغ الان همه ما هستند و بزرگداشت اونها و این سختگیری که حکومت میکنه و این ترسی که از خون شهدای ما داره، جنازه ها رو یکی یکی یواشکی و با زور پس میده و بعد هم میخواد که نه ختم بگیرن نه صدایی بکنن، این حرکت بزرگ پنجشنبه هم یک تودهنی بزرگ به کودتاگراست و میفهمند که وقتی جون جوونا رو میگیرن، خون به زمین میریزن، ملت چگونه واکنش نشون میده. و همین که مطمئن باشید که ما بعد از اون دوباره چند قدم دیگه میتونیم جلو بریم و آماده بشیم برای هفته بعدی که مراسم تحلیف رئیس جمهور قلابیه و به امید خدا میتونیم که رئیس جمهور منتخب ملت رو ما براش تحلیف واقعی برگزار کنیم و اعلام هم بکنیم به دنیا که این رئیس جمهور واقعی اونیست که ملت انتخاب میکنه. بنابراین این تظاهرات پنجشنبه مقدمه خوبی برای هفته بعد هم هست. من اسامی شهرها و نقاط جایگزین در تهران و اینها رو میدونم که دارن روش کار میکنن، نهایی میشه و انشالله به اطلاع همه هم خواهد رسید. من همینجا عرض بکنم، اصفهان برای من سوال دادن که چرا اسم شهدای اصفهان نمیاد، چرا مثلا کمتر بهش پرداخته میشه. همینجا خدمت دوستانی که در اصفهان هستم هم عرض سلام دارم، هم ارادت و خواهش هم همین است که شما هم سعی کنید اطلاع رسانی کنید. این ایمیلی که آقای مخمل باف و بنده اعلام کردیم، mahmalbafsazegar@gmail.com، براش مشخصات و اسم و آدرس خانواده شهید و اینها رو بفرستید. مطمئن باشید که
ما هم اطلاع رسانی میکنیم و باعث میشه که در اصفهان هم سراغ خانواده های معظم شهدای جنبش برن. و این شب جمعه هم که ظاهراً داره نهایی میشه، اصفهان 33 پل خواهد بود مرکز و اون پارک آینه، اونجا با حرکتی که بچه های اصفهان بکنن، شمع روشن کنن، نقطه‌ای خواهد شد که نقطه عطفی خواهد شد که فکر میکنم که اون نقش رو که اصفهان در تمام حرکت های ایران داشته میتونه بهتر ایفا بکنه. همینجور هم هست تبریز. از تبریز هم چندین ایمیل ما دریافت کردیم که آدرس های متعددی هم مطرح شده و خواستن که از تبریز اسم برده بشه. تبریز همیشه نقطه عطف جنبش های ما بوده، حرکتش از مشروطه تا الان. امیدوارم که این شب جمعه تبریز رو هم ما بتونیم که داشته باشیم، برای اینکه قوت قلبی است برای همه یک کشور وقتی که تبریز حرکت میکنه. البته شیراز که تا الان حرکت‌های بزرگی رو داشته، فداکاری‌های زیادی رو داشتیم، اهواز، مشهد و سایر شهرها که حالا دیگه اسم نمبرم و وقت رو میگیریم. من نکته دیگه‌ای که می‌خواستم بگم این است که ببینید همین مقدار که ما همش 40 روز از عمر جنبشمون میگذره، در تمام ارکان حکومت لرزه افتاده. امضای قلابی، میگن 50 نفر از اعضای مجلس خبرگان پشت آقای خامنه‌ای ان، جرئت نمیکنن اسامیشون رو بگن برای اینکه دروغه. 20 نفر از وزارت اطلاعات استعفا کردن، وزیر اطلاعات رفته کنار برای اینکه میدونن که این کارهایی که آقای طائب، حسین طائب داره میکنه، آبروی همه رو میبره و حاضر نیستن که همکاری بکنن. در سپاه اشکال و اختلاف ایجاد شده و یک اکثریت سپاه اصلا با این گروه آقای طائب و دار و دسته او و این به اصطلاح یگان ویژه نیروهای ویژه پشتیبان ولایت نوپو و این کارهایی که میکنن اصلا موافق نیستن و این شکاف ها روز به روز هم داره عمیق‌تر میشه. ما تازه 40 روز حرکت کردیم، راه ممکنه طولانی تری داشته باشیم، چند ماه و چندین مرحله پشت سر بگذاریم، ولی تا همین جاش دیدیم که همین مقدار حرکت که کردیم، هم نیروی روحانی پشت خامنه‌ای، آقای خامنه‌ای ریزش کرده و به سختی دوتا روحانی درباری گیر میارن پشتیبانی بکنه و هم نیروی نظامیش و امنیتیش ریزش کرده. ادامه این مسیر، مقاومت ما، حضورهای میلیونی، مطمئن باشید که جنبش رو قویتر و سرفرازتر جلو میبره. نکته دیگه ای که میخواستم عرض کنم، سوال شده بود که آیا ما پولمون رو از بانک بیاریم بیرون کار خوبیست یا کار بدیست؟ آیا خوبه این کار رو بکنیم؟ ببینید، حالا غیر از اون کاری که روی پولهای علامت وی بذاریم و رسانه جنبش ما به شهر اسکناسی که دست هر کی هست، اما اینکه پول رو از بانک بیاریم بیرون، بانک های دولتی به خصوص، چون هدف اصلی ما در پروژه فلج سازی دستگاه های اقتصادی دولته، دستگاه هاییست که دولت فعالیت میکنه که بخش اعظم اقتصاد ما هم هست. پول رو بیرون آوردن اگر منجر بشه به اینکه دولت گردش کارشون کند بشه، فلج بشه، بسیار کار خوبیست. اصولا یک اصل کلی داریم ما و اون اصل کلی اینست که در 3 مرحله پروژه فلج سازی، مرحله اول ما کارهایی رو شروع میکنیم که نشون بدیم که دولت نمیتواند، دولت کودتا بیاد و سوار گرده مردم بشه با یک حداقل و با زور و با سرکوب و این کارهایی که میکنن. همه چیزهایی که تحت سرفصل اعتصاب سفید یا اعتصاب ایتالیایی یا سیستم های برق، کامپیوتر، مخابرات صحبت شده و مسئله پول توی بانک ها، امثال هم همه در چارچوب این مرحله اول فلج سازیه. مرحله بعد اونجاییست که مردم همه مشارکت میکنن، همگی آب نمیدن، پول آب رو نمیدن، برق رو نمیدن، صورت حساب رو نمیدن، مالیات ها رو نمیدن و نشون میدن که با دولت چه. و مرحله سوم ما میرسیم به اعتصابات سراسری. بنابراین نکته من این است که
این کار کار خوبی است، نه این کار، هر کار دیگه ای هم که ابتکاراتش رو شما بهتر میدونید میتونید برای ما بنویسین، ما بررسی بکنیم و به شما برگردونیم. برون آوردن پول از بانک ها به هر صورت کار خوبی است و یا ابتکاراتی در همین راستا. من همینجا عرضم رو تموم بکنم و ادامه بحث رو بگذارم برای فردای دیگمون. به امید دیدار تا فردا، برای پیروزی و موفقیت همگی شاد و سرفراز باشید.